دیروز علم الهدا در دفاع از شعار سال خامنه ای وارد مقوله اقتصاد شد و توضیح داد که علت تورم چیه و چه کار باید کرد. حرفاشو بشنویم بعد ادامه بدیم. ببینید تورم گرانی نیست، یعنی گرانی تورم نیست، گرانی نتیجه تورم، اثر تورمه. خود این تورم از رشد نقدینگی به وجود میاد. وقتی بنا شد نقدینگی تو مردم زیاده و قدرت خرید بالایه با وجود رشد نقدینگی، خب بنابراین این بالا بودن موجب توسعه مصرف میشه. توسعه مصرف باعث توسعه تقاضا میشه. مردم پولی که داشتن، نقدینگی دستشون بود، مصرفشون رو توسعه میدن. این اشکال بزرگ ما ایرانی هاست که ما هرچی سطح درآمدمون بالا بره سطح زندگیمون رو دو برابر بالاتر میبریم. به اشکال بزرگ ماست، عامل تمام گرفتاری های اقتصادی ما این اشکاله که هرچی ما درآمدمون زیاد میشه ما زندگیمون رو توسعه میدیم. خب وقتی من آشد رشد نقدینگی موجب توسعه مصرف میشه، توسعه مصرف عامل توسعه تقاضاست. مردم میخوان مصرف کنن چون امکانشو دارن. به اندازه مصرف مردم عرضه وجود ندارد، یا اگر عرضه هم هست عرضه با قیمت کلان در اختیار مردم قرار میگیره، چون به هر قیمت بدن مردم میخرن. خب نتیجه موازنه عرضه و تقاضا که از بین رفت، تورم توسعه پیدا میکنن و تورم اینجا به وجود میاد. بله، با این حساب متهم اصلی مشکلات اقتصادی مردم هن دیگه. با این منطق لابد راهش هم اینه که پول به مردم ندن. مردمی که به اعتراف عوامل همین رژیم بین 60 تا 80 درصد زیر خط فقرن و حدود 40 درصد هم زیر خط فقر مطلق. پس علت واقعی تورم و گرونی چیه؟ ریشه تورم چیه و چطور به وجود میاد؟ از زمانی که دولت‌ها پول بدون پشتوانه را ایجاد کردن و شروع به چاپ پولی کردن که نمیتونستن براش ارزش ایجاد کنن، همیشه درگیر مفهوم به اسم تورم بودن. اما چه تعاریفی در مورد تورم وجود داره؟ تورم به روند افزاینده و نامنظم قیمت‌ها اشاره داره. تورم به کاهش پول پشتوانه دار ملی، مثل پولی که پشتوانش طلاست، نسبت به پول خلق شده است که باعث افزایش قیمت مصرف کننده میشه. تورم به کاهش قدرت خرید پول ملی هم میگن. در واقع هرچی تورم بیشتر باشه قدرت خرید واحد پولی کمتر میشه. به طور کلی تورم در دو حالت اتفاق میفته. اول که خیلی هم مهمه، رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی، و دوم کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. پس به طور خلاصه تناسب نداشتن حجم پول در گردش با میزان عرضه کالا و خدمات. سوالی که مطرح میشه اینه که اصلا چرا ما باید افزایش نقدینگی داشته باشیم؟ دلیلش هم اینه، نبودن تعادل بین درآمدهای دولت و هزینه دولت. یعنی وقتی که هزینه‌های دولت مثل حقوق کارمندا بیشتر از درآمدهای دولت مثل فروش نفت میشه، بنابراین ما اینجا با کسری بودجه مواجه میشیم. دولت برای جبران این کسری بودجه میاد از بانک مرکزی پول قرض میکنه که این قرض کردن پول در قالب افزایش نقدینگی به اقتصاد وارد میشه و باعث ایجاد تورم میشه. نتیجه این تورم افزایش جمعیت فقیر توی کشوره، چون تورم مستقیم به افراد حقوق بگیر مثل کارمندا ضرر میرسونه و باعث کاهش قدرت خریدشون میشه، اما به نفع کسایی که دارای درآمدهای پولی متغیرن. افزایش نقدینگی باعث ایجاد تورم شده و این تورم که باعث افزایش قیمت‌ها میشه، باعث میشه که دوباره هزینه‌های دولت افزایش پیدا کنه و برای جبران این هزینه‌ها دولت باید بره از بانک مرکزی پول قرض بگیره و دوباره باعث ایجاد افزایش نقدینگی میشه و این چرخه هی تکرار میشه. خب بله، ویدیو دیدیم و فهمیدیم که علت واقعی این شرایط سیاست‌های ضد مردمی این رژیمه که ثروت مردم و خرج پروژه بمب اتمی، صدور تروریسم و دخالت تو عراق و سوریه و یمن و لبنان و سایر کشورها کرده و مردم ایران رو روز به روز فقیرتر کرده.